فنسلم على نبيه الكريم الأمين. وعلى آله وصحبه المنتجبين. حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. بسیار خرسندم که در این دوران مشابه به دوران حافظی کتاب حافظ رو بازخوانی میکنیم و کنایات و اشارات و دقیقه های حکمی که حافظ در اون زمان بحرانی رقم زده است در این زمان که متناسب است و مشابه است با زمان حافظ، چه اوضاع فرهنگی جامعه، چه اوضاع اجتماعی جامعه، مشابهت‌های بسیاری با عصر حافظ از نظر بنیادین داره، خرسندم که این کتاب در چنین محفل عزیزی بازخوانی میشه. باید متن‌ها بعد از مدتی بازخوانی شوند. در بازخوانی متن اقتضای زمان و شرایط به کار گرفته میشه، متن متناسب با عصر نقش خودش رو ایفا میکنه. گرچه دیوان حافظ از زمانی که سروده شده هرگز کهنه نشده است، همیشه غزلیات حافظ در طی این 600 و اندی سالی که از زمان حافظ می‌گذرد همیشه تازه بوده. هر کس کتاب حافظ رو باز می‌کنه با شعری نو و متناسب با حال خودش، متناسب با زمان خودش رو مشاهده می‌کنه، به طوری که احساس نمی‌کنه که واژه های این شعر، مفاهیم این شعر، ریتم و تناسب این شعر با عصر بیگانه باشه و حتی حس نمی کنه که صاحب این اثر اکنون در میان ما نباشه و از زمان مرگ او 600 سال گذشته باشه. به قدری این اثر اثر زنده است. واقعا حافظ در ادبیات پارسی، در شعر، در غزل معجزه کرده، به طوری که تمام پارسی رو، واژگان فارسی رو شما در هر قالبی بریزید، هر گونه شگردی رو به کار بگیرید، دیگر با این سنجیدگی و با این تناسب و زیبایی و با این سلاست و روانی رقم نمیخوره. گویی آیه های زبان پارسی است، گویی اعجاز زبان پارسی است که در این دیوان به این سنجیدگی و روانی رقم خورده است. چه چیزی باعث شده حافظ این گونه دقت و این گونه فردیت و این گونه انحصار رو در زندگی خود نسبت به همگنان، نسبت به سایر پارسیگویان، نسبت به سایر شاعران، ادیبان، عارفان داشته باشه؟ چرا حافظ در میان اونها نمونه شده؟ چه امتیازی حافظ بر دیگران داره که دیوان او در همه منزل ها یافت میشه؟ هر کس به دیده احترام و تحسین دیوان حافظ رو می نگره. حتی
گاهی با اعتقاد و باور متین احوال خودش رو از این کتاب میپرسه، احوال خود رو از کتابی که 600 سال پیش به تقریر رفته است استفسار میکنه، دیوان حافظ رو باز میکنه تا حال خودش رو از کتاب بپرسه. بیش از اینکه حال خود رو از خود بجوید، حال خود رو از دیوان حافظ میجوید. و غالبا افراد احساس میکنم که دیوان حافظ حال اونها را به اونها بیان میکنه که تو حال چطوریه، احوال شخص را برای اون شخص بازگو میکنه. این چه ادبیات قوی و متین و ژرفی باید باشه که یک شخص اولا نسبت به احوال دیگران اشراف داشته باشه که حال آدمها را به اونها بازگو بکنه، بعد این همه زمان هم که رو از روش گذشته بالغ بر 600 سال بر این دیوان زمان خورده، این همه امکانها و شرطها تغییر پیدا کرده، تحولات بزرگی در جهان علم و فرهنگ و ادبیات پیدا شده، باز انسان احساس میکنه که حافظ حال ما را به ما به راستی بیان میکنه، اشتباه نمیکنه. ما غالبا احوال خودمون رو که از حافظ میپرسیم، او احوال ما را آنچنان که هست به ما میگوید و حتی آنچنان که باید گاهی برای ما بازگو میکنه که حال ما چگونه باید باشه. این چه نقش بزرگی است که یک انسان میتونه در پهنه حیات از خود ارائه بده که بتونه بر عالم دیگران سر بکشه، بر جهان دیگران اشراف داشته باشه، بر روح و روان و ژرفهای هستی دیگران سر بکشه و از معنا و مفهوم و موجودیت دیگران با خبر بشه. این چه اعتبار بزرگی که در یک انسان پیدا میشه. من شمی از شخصیت حافظ رو و از دوران حافظ رو در این مجلس مطرح میکنم تا حافظ رو قبل از اینکه غزلیات او را بیت بیت مطالعه کنیم و بازخوانی بکنیم، حافظ را در زمان خودش بشناسیم، چون انسان مولود زمان خودش، یعنی شرایط زمان انسان را تربیت میکنه، جو انسان را تربیت میکنه، اوضاع احوالی که بر انسان حاکم است، اون اوضاع احوال شخصیت و شالوده تربیتی انسان را بر عهده داره. انسان فرزند زمان خیشتنه، امکانها و شرطهای زمان انسان را تربیت میکنه و حافظ تربیت شده امکانها و شرطها و اوضاع و احوال زمان خودش. اون اوضاع چگونه اوضاعی بوده؟ در اون زمان آدم ها دارای چه سطح از فرهنگ، چه سطح از مدنیت، دارای چه سطح از سیاست و چه نوع حاکمیت بودند؟ یقینا شخصیت حافظ به عنوان یک نمونه بارز نماینده اون جو است، ساخته شده اون محیط است. شعری که حافظ می سراید این اصاره زمان خودش، چکیده زمان خودش، یعنی از اون زمان این ظرافت و دقایق نضج گرفته و شکل گرفته و به رقم در آمده. حافظ در عصری زندگی می کرد که شیراز شهر آزاد پر رونق با نفس گشاده و وسیع، با جغرافیایی نسبت به زمان خود گسترده و سرسبزی تراوتی بسیار دلانگیز و نگارین بوده. یعنی در یک چنین دوری از شیراز حافظ در اون شهر زندگی میکرد، دورانی که فرهنگ احترام داشته و سنگین‌ترین نقطه
مدنیت فرهنگ بوده، نه مال، نه پول، نه ثروت، چیزی جز فرهنگ و زهد، فرهنگ اسلامی، فرهنگ دینی. اساس مدنیت اون جامعه نبوده. جامعه ای در شیراز حافظ رو در آغوش گرفته. اون جامعه اولا جامعه زاهدان هست، ارباب زهد و تقوا. در اون خطه احترام دارند و گرانیگاه آن شهر به حساب میان و محل توجه همه، یعنی همه وجدان ها و همه طبع ها و همه روح ها بر زهاد اون زمان احترام میذارن، بر زاهد پیشگان حرمت دارن. و از سوی دیگر شهر شرابخاران است. شرابخاران، رندان، میخارگان، شاهدبازان، اینها هم در خطه خودشون و در قلمرو خودشون فضای آزادی دارند. افرادی آزادند میخارگی کنند و شاهدبازی، و همه آزادند اهل زهد باشند، اهل تقوا باشند، اهل مسجد و منبر و موعظه و خطابه باشند. یعنی در اون فضا که حافظ داره دوران نوجوانی خودش رو میگذراند، از اکراه و اجبار چندان سخنی گفته نشده. یک فضای آزادیه. هم رندان رندی میکنند، هم زاهدان زهد پیشه گرفتند، اما احترام و حرمت و اعتبار از آن زاهدان هست. حتی شرابخاران و میخارگان هم بر زاهدان احترام میگذارن. سیاست شهر و چگونگی روند اوضاع احوال با حکم زاهدان و با استفتاء از ارباب زهد پیش میره. یعنی خود آدم های لاابالی هم بر حکم ارباب زهد احترام میذارن. اما یک چیز اینجا اصالت داره، یک چیز اصالت داره، و همین اصالت باعث شده که زهاد احترام داشته باشن و حکمشون معتبر باشه. و اون این است که حکمها بر رقبه انسانها تحمیل نمیشه. یعنی انسانها بر امری مجبور و مکروه نمیشوند، مکره نمیشوند. طوری نیست که زهاد شرابخارگی رو منع کنند و ایده هم بیان توی کوچه و خیابان و جاهای دیگه بساط شرابخاران رو بر هم بریزن. این چنین نبوده. فضا فضایی بوده که نهایت آزادی رو انسان در اون فضا از تاریخ عصر نوجوانی حافظ مشاهده میکنه. کوچه‌ای به نام کوچه رندان که رندان و شرابخاران و شاهدبازان در اون کوچه رفت آمد میکنن، و بقیه شهر محلی است که رنگ بوی تقوا، دیانت و زهد به خود گرفته است. نه شهر مجبور به زهد است، نه اون خطه خرابات و کوچه رندان از شرابخارگی و بیپروایی هایی که جوانان به اون بیپروایی و ماجراجویی تن میدهند ممنوع هستند. یک فضای اینچنین آزاد. پادشاهی در اون شهر حکومت میکند که بسیار پادشاه آزادی به حساب میاد، به نام شیخ ابو اسحاق. شیخ ابو اسحاق اینجو، این پادشاه خود شرابخوار است، میخوار است، اما حرمت زاهدان را حفظ میکند. درست این پادشاه شهره، حاکم شهره، فرمان روای شهره، اما شهر عملاً به حرمت زاهدان، به حرمت ارباب تقوا، یک شأن زاهدانه به خود گرفته است.
همه حرمت اونها را حفظ میکنند و از این حرمت گذاری بر زاهدان خود شهر تمتع میجوید. یعنی اگر در شهر اشخاصی باشند مورد احترام همه، همه انسان ها به اون اشخاص به خضوع بنگرند، حرمت اونها را پاس بدارند، خود به خود یک متانت، یک اعتبار، یک ارج در اون شهر دیده میشه. یعنی همه انسان ها ضمن اینکه آزادند، بر صنفی، بر سنخی، بر اشخاصی خودشون از وجدان خودشون احترام میگذارن، نه از ترس، نه از ریا، صرفا احترام حقیقی. اگر کسانی در هر زمانی پیدا بشوند که احترام حقیقی ما را به سوی خودشون جلب کنند، خود اون آدمی هم که احترام میگذاره نفع میبره. نه تنها اون کسی که مورد احترام بزرگ داشته میشه و شأنش پاسداری میشه، حتی اون شخصی هم که احترام میگذاره، اون شخص احترام گذارنده هم از این شأن خودش بهره داره، سهم میداره. شاید یکی از آفات جوامع بشری این باشه که شخصیت های مورد احترام کم شده اند. یعنی آدم ها کم میبینن که وجدانن و حقیقتن و قلبن در مقابل بعضی شخصیت ها خضوع کنن. حتی قدیسین ما امروز حرمت پیشین رو ندارند. یعنی طبقات جامعه ما عموما در مقابل قدیسین خضوع نمی کنن. این برای خود جامعه هم آفته. یعنی خود انسان ها هم احساس تهی بودن، خالی بودن، احساس بی‌هویتی می کنن. اگر اشخاصی در جامعه نباشند که حس خاضعانه ما را به سوی خودشون جلب کنن. که حافظ بعدن گفت، البته بعد از دوران شاه شجاع، در یکی از ابیاتش گفت نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. میگه افسوسی از این بالاتر، دریغی از این بالاتر و دردی از این جانگدازتر نیست که در شهر چیزی نیست که دل ما را به سوی خودش بکشه، احترام ما را به سوی خودش جلب کنه و از ما خضوع بطلبه. اگر اوتادی در جامعه باشند، فحولی در جامعه باشند، بزرگانی، صاحب منصبان حقیقی در جامعه باشند که ما احساس بکنیم که حس احترام گذاری که در وجود ما جوش میزنه، که وقتی راه درستش رو پی نمیگیریم قهرمان سازی های علکی میکنیم، یعنی اون حس خضوع و حس کرنش، حس احترام در وجود ما نسبت به شخصیت های فحل، شخصیت های بزرگ و اوتاد در وجود ما هست. وقتی این مسیر خودش رو طی نمی‌کنه، میاییم آدم های مسموعی میسازیم با سمت های اجتماعی فرمایشی، با ابلاغیه هایی که این ابلاغیه زود آسیب میبینه. انسان یک روز رئیسه، یک روز زندانیه، یک روز از چشم افتاده است، یک روز غالبه، یک روز مغلوبه. مجبوریم به هر حال اون حس احترام گذاری عمیق خودمون رو معطوف کنیم به شخصیت های حقوقی، نه شخصیت های حقیقی. شخصیت حقیقی مال خود آدمه. اگر شما به اون شخصیت حقیقی احترام میگذارید، اون شخصیت حقیقی احترام شما را شخصیتن، عمیقن، وجودن، جانن میگماره و هضم میکنه. اما شما به یک شخصیت حقوقی که احترام میگذارید، مثل این که به کاغذ احترام میگذارید، به قانون و قاعده و اصول احترام میگذارید، شخصی که اینجا باید مورد احترام قرار بگیره کاملا شخصیت فرعی داره و در جایگاه حقوقی نشسته. یه روز رئیس مورد احترامه، فردا که از ریاست افتاد نه تنها مورد احترام نیست، چه بسا که مورد تنفر قرار بگیره. یعنی حرمت او وابسته است به جایگاه حقوقیش، نه شخصیت حقیقیش. ما هرچی به عقب برگردیم میبینیم که آدمها به اعتبار شخصیت حقیقیشون محترم بودن، نه به اعتبار شخصیت حقوقیشون. چون شخصیت حقوقی دست هیچ کس نیست،
جریان ها، نظام ها، سیستم ها هستند که این شخصیت حقوقی رو عطا می کنند و باز می ستانند. احترامی که ما به اون شخصیت حقوقی می کنیم کاملا مصنوعیه، غالبا هم منفعت جویانه است و بعضی موقع از روی احتیاط، از روی ترس، هم از ترس به جایگاه های حقوق احترام میذاری، هم از طمع. اما زمان حافظ زاهدها، اونهایی که کسوت زاهدانه بر تن دارن، عمیقا مورد احترام مردم اون خطه بودن. مردم بدون اینکه ضرورتی باشه، بدون اینکه کسی اینها را مجبور بکنه، یا بدون اینکه زاهدان بتونن برای اینها سود مادی برسونن، یعنی از این احترام فایده های دنیایی بگیرن، در مقابل ارباب زهد اینها تعظیم میکردن و از این تعظیم احساس بالندگی بهشون دست میداد. ما احتیاج داریم به تعظیم، اما باید شأنهایی رو بتونیم پیدا بکنیم که تعظیم ما را هضم کنه، بت نشه. خود به خود در مقابل اونها وقتی تعظیم میکنیم یک فضای زیبایی رو رقم میزنه، فضای دلانگیز رو رقم میزنه، که بعد از این عصری که حافظ تجربه میکنه، بسیار عصر دلانگیزی برای حافظ، این عصر به زودی تمام میشه، دورش به پایان میرسه، میرسه به اونجایی که زاهدان دیگه اون زاهدان قبلی نیستند. زاهدان وقتی اون حرمت پیشین و شأن حقیقی پیشین رو از دست میدن، میشن حکومتی، موقعیت های حقوقی پیدا میکنن. وقتی در موقعیت حقوق قرار میگیرن، حافظ میگه که مبوس جز لب معشوق جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. از این به بعد لب جام را ببوس و لب یار را ببوس، اما دست زهد فروشان را مبوس، دیگه این دست ها بوسیدنی نیست. وقتی اوضاع عوض میشه، همون دست های بوسیدنی که هر کس اون دست ها را میبوسید افتخار میکرد و متانت کسب میکرد و اعتبار میگرفت، شأن و شخصیت خودش و طرف مقابلش هر دو اوج میگرفت از این شأن، بعد از اون میگه که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. از این به بعد دست زهد فروشان را، این دیگه زهد فروشی شده، دیگه زهد فروشی شده. حافظ در عصری زندگی میکنه که هنوز زهد فروشی به بازار نیامده بود. دوران نوجوانی حافظ زهد جایگاه حقیقی خودش را داشت، شرابخوارگی و رندی هم جایگاه خودش را داشت، یعنی هر کس در جای خودش بود. وقتی هر چیز در جای خودش باشه، فساد نیست. فساد اونجایی است که افراد، اشخاص، موقعیت ها جای همدیگر رو اشغال کنن، هر کس در جای اون دیگری بنشینه. مثلا بقال سیاستگزار باشه، یک روحانی مسجد نشین اوضاع اقتصادی رو بر عهده بگیره، هر کس در غیر از جایگاه خودش مقیم باشه، در یک چنین وضعیتی آشفتگی طبیعیه و ریاکاری و دسیسه و سالوسی هم خود به خود از یک چنین مرتعی می روید، از یک چنین جایگاهی سبز می شود و بالا میاد. واقعا دوره حافظ یک ایران شناسی بسیار جامعی رو برای ما گزارش می کنه. شیراز هم شاید بتوان گفت که مرکز کشور ماست. پارس، اقلیم پارس، پارسی زبانی با اون اقلیم آشنایی وجدانی داره. کنایه هایی در شیراز رقم خورده است که این کنایات میتواند بر تمام خطی ایران، خطوط ایران، خطه های ایران، جوانب ایران، قلمروهای ایران در حقیقت حاکم باشه، مفهوم داشته باشه در هر خطی، برای اینکه ایرانیان پارسی زبانند، هیچ زبان دیگری در ایران نیست. زبانهای دیگر کاملا فرعی بعدها در ایران پیدا شده، حتی ترکی زبانان اصالت زبان ترکی رو ندارند، زبان ترکی بعدها در کشور ما پیدا شده است، زبان اصیلی ایرانی نیست، زبان آذری نیست، زبان آذری ترکی نیست، زبان آذری نوعی تاته، یک زبان پارسی دریه،
آذری زبانان به زبان در حقیقت پارسی دری صحبت می کنن. هنوز هم در خطه آذربایجان در بعضی از این منطقه ها مثل بین قزوین و اطراف قزوین با این زبان به زبانی که آذری ها صحبت می کردن صحبت می کنن. زبان ترکی آمده است بر کشور ما و مردم ما این زبان را آموختند و بعد از مدتی در حقیقت با همین زبان سخن گفتم به عنوان زبان دوم، اما زبان پارسی را از یاد بردند. همونطوری که امروز همون زبان ترکی به مرور از یاد داره میره، زبان پارسی معیار شهری داره جای همه گویش ها و زبان ها و لهجه ها را میگیره. حتی در روستاها شما میبینید که لهجه تهرانی یا در حقیقت زبان معیار تهرانی بر لهجه ها غالب شده. بر اساس زبان پارسی شیرازی اصیلترین زبان ایرانی به حساب میاد و وجدان ایرانی هم در زبان ایرانی تجلی میکنه. شما اگر بخواید با وجدان ایرانی آشنا بشید، در زبان وجدان ابراز میشه. بر این اساس حافظ و اصل حافظ یک ایران شناسیه، شاید سرنوشت گذشته و آینده ما را هم رقم میزنه. حافظ وقتی در ادبیات شعری خودش از گذشتگان صحبت میکنه، بسیار قدیم، از عصر میترائیس، از خرابه ها، از بسیاری کنایه هایی که دیگر نام و نشانی از اونها نیست، از اونها سخن میگوید. گویی حافظ وجدان ایرانی را به شعر کشیده، به غزل کشیده. واقعا دیوان حافظ حافظه ایرانی است، حافظه گذشته ایرانی است. بنابر این حافظ در عصر شیخ ابو اسحاق، این شاه شیخ، شیخ اینجا نه به معنی ملا، در حقیقت عنوان شیخ، عنوان بزرگ مرتبگان، انسانهای صاحب منصب بود، پیران، انسانهایی که صاحب اعتبار بودن با عنوان شیخ خطاب می شدن. شاه ابو اسحاق یا شیخ ابو اسحاق حاکم شیراز بود و مردی بود شرابخواره اما آزاده بود، یعنی روح آزادگی را در او می دیدن. و حافظ از اون عصر به نیکی یاد می کنه، یعنی در همون عصر حاکمیت مرد شرابخواره‌ای مثل شیخ ابو اسحاق اینجو، زهاد بهترین احترام را دارند و مسجدها بهترین رونق را دارند و گرانیگاه مدنیت در اون شهر ارباب زهد هستند، وجود انسانهایی که اینها به زهد و تقوا شهرند و مردم با توجه کردن به زاهدان هم خود اعتبار میگیرن و هم شهرشون از یک غنایی برخورداره. گویی دنیا و آخرت به هم پیوسته شده. وقتی زهاد از درون و از دل مورد احترام قرار میگیرن، آخرت و دنیا از هم انفکاک ندارن، مثل اینکه آسمان زمین به هم دوخته شدن. برای همین است که در اشعار حافظ هم زمین و آسمان با هم ارتباط دارن، برخلاف مولانا که شما میبینید که اشعار مولانا میخواد ما را از زمین بکنه ببره به آسمان. اصلا در زمین هیچ جایگاهی مولانا برای انسان قائل نیست، میگه ما اشتباهی اومدیم اونجا، یا اگر اومدیم فرو افتادیم به خاطر اینکه آزمون بشیم، باید الان کنده بشیم بریم به طرف آسمان. تمام ادبیات مولانایی آسمانیه، اما حافظ هم زمینی هم آسمانی، بین زمین و آسمان ربط میده. میگه من آدم بهشتیم اما در این قفس چندی اسیر روی جوانان مهوشم. من اصالتا اهل بهشتم، شهر اصلی من بهشته، اما الان در میان جوانان مهوشم، دلربایانی دور من هستن که من را به سوی خودشون میکشن. با این چی میشه کرد؟ این طبیعیه، من به این دلربایی ها حرمت می نهم و در مقابل این دلربایی ها خضوع دارم. چندی اسیر روی جوانان مهوشم، این ادبیات حافظ. ولی مولانا از همون ابتدا میگه که پله پله تا مقامات خدا، از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا.
یعنی از همینجا اولین پله را از زمین بکنید. تبتل، تبتل یعنی قطع. تبتل با تاء دو نقطه، هر دو تاء دو نقطه، به معنای انقطاع. یعنی از همین الان شروع بکنید، از اینجا کنده بشید، یه پله برید بالا،